مایکل ایگناتیف رئیس دانشگاه اروپای مرکزی در مجارستان روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا از تبعات منفی بستن دانشگاه تحت امرش گفت. من نمیتوانم به اتحادیه اروپا بگویم که چه کاری باید انجام دهند. من فقط میتوانم درباره اهمیت موضوع توضیح دهم. برای نخستین بار پس از سال 1945 میلادی یک کشور میخواهد یک دانشگاه آزاد را ببندد. این مسئله ما را به سمت ناکجا آباد میبرد و ارزش‌های اساسی ما را تهدید میکند. کمیسیون تنها نهادی است که میتواند اقدام لازم را انجام دهد. خیلی ها هدف تصویب قانون جدید دولت مجارستان در زمینه آموزش عالی را فراهم کردن مقدمات بستن دانشگاه جورج سوروس، میلیاردر سرشناس مجار آمریکایی می‌دانند. دولت آقای اوربان به شکل سیستماتیک در صدد خاموش کردن صدای مخالفان است. موضوع فقط این دانشگاه نیست، دانشگاه‌های دیگر هم در خطر هستند. به شکل کلی ساختار آموزشی را تحت فشار گذاشته و سعی می‌کند تفکر انتقادی را محدود کند. فعالیت‌های رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و قضات مربوط به تفسیر قانون اساسی را محدود کردند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان شخصاً در پارلمان اروپا حاضر خواهد شد و سیاست‌هایش دفاع خواهد کرد. گفتگوی او با نمایندگان پرتنش خواهد بود. خیلی از نمایندگان پارلمان خواستار انجام اقدامات لازم علیه مجارستان هستند تا این کشور در نهایت حاکمیت قانون را رعایت کند.